هرچند که شما در اطراف شهر، نزدیک ساحل و یا در خود شهر زندگی میکنید، برنامه‌ریزی برای آتش سوزی میتواند جان و خانه‌تان را نجات دهد. آماده سازی خودتان، خانواده و املاکتان بسیار مهم است. مطمئن شوید که میدانید چه کاری خواهید کرد. ابتدا شما به یک برنامه یا پلان نیاز دارید. قبل از شروع فصل حریق یک پلان نوشته کنید. یک پلان که به شما بگوید اگر آتش سوزی در منطقه شما رخ دهد چه کاری می توانید انجام دهید. می توانید برنامه خود را بسازید یا از یک قالب یا راهنمایی که سازمان های آتش نشانی دارند استفاده کنید. پلان شما باید مشخص کند زمان و مکانی که اگر حریق رخ دهد به آنجا خواهید رفت. چگونگی رفتن و با کدام شما را به تماس خواهید شد. چه چیزی را با خود میبرین و چه چیزی را پشت سر میگذارین. چگونه با افراد میگوین که به کجا رفته اید. چگونه حیوانات خانگی که دارید را مراقبت میکنین. شما باید پلان خود را با خانواده یا دوستانتان تمرین کنین. شما باید بدانید که حریق چقدر خطرناک است. درجه بندی خطر حریق به ما میگوید که هر روز حریق چقدر بد میتواند باشد. رنگ ها و کلمات برای توصیف اینکه حریق چقدر خطرناک میتواند باشد استفاده میشود. برای مثال سبز برای متوسط و قرمز برای بسیار خطرناک استفاده میشود. شما میتوانید این درجه بندی ها را در گزارش هواشناسی در تلویزیون، در اپلیکیشن ویک امرجنسی و یا از طریق رادیوی ABC گوش کنید. اگر در یک منطقه با خطر بالای آتش سوزی زندگی می کنید یا قصد سفر به این مناطق را دارید، شما باید از قبل مکان امنیتی محله را و یا نزدیکترین مرکز ملاقات محله و چگونگی رفتن به آن را بدانید. شما می توانید این مکانها را با سرچ کردن مکانهای امنیتی محله در موتور جستجوی خود و یا در وبسایت اداره آتش نشانی ایالت یا منطقه خود پیدا کنید. شما باید از سفر به مناطق با خطر بالای آتش سوزی هنگام صدور هشدارها اجتناب کنید. شما ممکن است که توسط آتش گیر کنید و راهی برای خروج نداشته باشید. افراد مسن، کودکان و حیوانات باید در اسرع وقت به مکانی قبل از رسیدن حریق اسکان داده شوند. همیشه به خانواده و دوستان خود از برنامه هایتان برای ماندن یا رفتن در صورت وقوع آتش و مسیر و مقصد برنامه ریزی شده تان اطلاع دهید. مطمئن شوید که کیت حریق خود را آماده کرده و می دانید در کجا قرار دارد. خانه تان را آماده بسازید. پیش از شروع فصل حریق، بیشه، گیاهان، چمنهای بلند و اشیاء قابل اشتعال را از دور خانه‌تان پاک کنید. رینه‌های آب را پاک کنید و مطمئن شوید که یک لوله مقاوم و منبع آب دارید. امنیت در مقابل آتش سوزی در جنگل یا چمن. اگر حریق در نزدیکی خانه‌تان رخ دهد، هشدارها را دنبال کرده و در صورت توصیه خانه را ترک کنید. اگر دیر شده و ترک کردن ممکن نیست، در یک ساختمان آماده شده و خوبی به پناه ببرید. دریچه ها و پنجره ها را ببندید، سینک ها را با آب پر کرده و اشیای خارجی را از خانه دور کنید. لوله های پایینی و ناودان ها را ببندید، بخشی از آنها را با آب پر کرده و گازتان را قطع کنید. امنیت در هومه. اگر در حومه شهری زندگی یا کار میکنید، شما باید خطر را درک کنید و برای شرایط جدید پلانگذاری کنید. مخصوصا اگر شما نزدیک زمین های چمنی، پارک ها و یا جنگل زندگی میکنید. برای روزهای گرم و خشک و بادی آماده شوید و برای همه شرایط برنامه ریزی و پلانگذاری داشته باشید. امنیت در برابر آتش سوزی در چمن ها. حریق در چمنها می تواند همه جا شروع شوند و به سرعت گسترش یابند. اگر در کنار زمینهای چمنی زندگی می کنید و یک حریق چمنی رخ داده است، دو خیابان دورتر از حریق بروید. اگر دو یا سه خیابان دورتر از زمینهای چمنی زندگی می کنید و یک حریق چمنی رخ داده است، در جایی که هستید بمانید. زیرا حریقهای چمنی به ندرت به مناطق ساخته شده گسترش می یابند. هیچ وقت رانندگی نکنید. اگر دود یا آتشی را میبینید، دود غلیظ دید را دشوار میکند و تصادفات ممکن است که رخ دهد. جاده را برای خدمات اورژانسی خلوت نگه دارید. اگر مجبور به رانندگی در یک منطقه‌ای که حریق در آن است شده اید،
شما باید بدانید که چه کاری را باید انجام بدهید. حریق می تواند جاده ها را ببندد و دید را دشوار کند. اگر هنگام حریق رانندگی می کنید، باید از پیش برنامه ریزی کنید و از مکانهای خطرناک اجتناب کنید. در ماشین خود آب، غذا و سایل اقلامی که نیاز دارید را داشته باشید. به رادیو برای اخبار و هشدارها گوش کنید. اگر دود وجود دارد، چراغ‌های روشنایی خود را روشن کرده و آهسته رانندگی کنید. اگر شرایط شدید باشد، یک مکان ایمن برای توقف پیدا کنید، مانند یک جاده خالی یا منطقه‌ای که قبلا سوخته است و چراغ‌های خطر خود را روشن کنید. از طریق emergency.vic.gov.au اطلاعات بیشتری را دریافت کنید. اگر در زمان رانندگی به طرف یک مکان با دود یا آتش از حریق چمنی روبرو شدید، اگر امکانش وجود دارد به سمتی که امن است چرخیده و رایتون را کج کنید. اگر چرخیده نمی توانید و به یک جای امن رسیده نمی توانید، ماشین به شما حفاظت بیشتری نسبت به راه رفتن و تابش های حرارتی از یک منطقه باز به شما می دهد. اگر در ماشین هستید و توسط یک حریق چمنی گیر کرده اید، در ماشین خود بمانید، بیرون نروید و شروع به دویدن نکنید. اگر در یک ماشین در حین یک حریق در جنگل گیر کرده اید، به خاطر داشته باشید، ایمنترین گزینه در طی یک استرار حریق ترک به موقع منطقه می باشد. صبر نکنید تا آتش نزدیک شود. به سمت آتش رانندگی نکنید. اگر از قبل به جاده هستید و حریق به نزدیکی شما می آید، به آن سمت نروید. برگردید و مسیر ایمنی برای فرار از مسیر حریق پیدا کنید. از طریق اطلاعات و هشدارهای حریق به روز بمانید. یک رادیو با باتری نصب کنید یا از رادیوی ماشینتان استفاده کنید تا از شرایط حریق و هشدارهای اضطراری مطلع شوید. به ایمنی پارک کنید. اگر نمی توانید منطقه را ترک کنید و باید در ماشینتان بمانید، این اقدامات را در نظر بگیرید. پشت یک ساختار محکم مانند دیوار سنگی پارک کنید تا حرارت را تا حد امکان مسدود کنید. از درختان، خطوط برق و هر چیزی که ممکن است روی ماشین شما بیفتد دوری کنید. ماشین خود را برخلاف جهت حریق پارک کنید تا در صورت تغییر شرایط بتوانید سریعتر خارج شوید. همه پنجره ها تهویه گرها را ببندید تا ورود دود به ماشین را جلوگیری کنید. چراغ های روشنایی و چراغ های خطر خود را روشن کنید تا دید را برای آتش نشانان و دیگر واکنشگران اضطراری افزایش دهید. در زیر پنجره ها و یا در پشت ماشین، در صندوق عقب و یا در محل های مشابه دراز بکشید. اگر در دسترس باشد، خود را با یک پتوی پشمی محافظت دهید تا از حرارت محافظت کنید. آب‌های معدنی در ماشین نگه دارید و به طور منظم بنوشید تا از خشکی به علت تنفس دود جلوگیری کنید. این همچنین به کاهش خطر از دست دادن آب به علت تنفس دود کمک می‌کند. توجه مهم: پناه در ماشین در طول آتش در جنگل بسیار خطرناک است و تنها به عنوان گزینه آخر وقتی دیگر گزینه‌ای وجود ندارد باید در نظر گرفته شود. حتی با این تدابیر احتمال زیادی از آسیب یا مرگ وجود دارد. بهترین استراتژی مطلق این است که زود از منطقه خارج شده و در طول اضطرار در جاده نباشید. از تماشای این ویدیو سپاسگزاریم. در طول فصل آتش‌سوزی ایمن بمانید و همیشه هشدارها و بروزرسانی‌ها را در مورد آتش‌سوزی در اپلیکیشن ویک امرجنسی چک کنید.